من همه چیز رو درباره شما میدونم. تمام آثارتون رو خوندم، همه کاراتون رو دنبال کردم. در نتیجه سوال من الان اینه. حضور یک نویسنده بزرگی مثل شما تو همچین مسافرخونه پرت و دورافتاده و قدیمی یکم عجیب عجیب نیست؟ موضوع چیه؟ یه ماجرای عشقی؟ پس چرا جواب نمیدین؟ درست حد زدم نه؟ یه ماجرای عشقی. اگر کمک میکنه تیتر پرفروشی برای مجلتون پیدا کنیم همینو بنویسیم. دارید منو دست میندازید؟ آره؟ موضوع اینه که جوون الان نیمه شبه و منم باید به کارهای این مسافرخونه یه پرت و قدیمی برسم. بفرمایید. دلتون میخواد مرموز باشی داره؟ مثل نمایشنامه هاتون درسته؟ آره؟ بفرمایید. شب بخیر. ولش کن آقا رضا، بیا یا بشین بقیهشو تعریف کن. میخوام از سیر تا پیازشو برام بگی. عجیب استاد. اون شبم مثل امشب بارون شدیدی میومد. خب تا کجا رفته بودیم؟ داشتم راجب تصنیفی میگفتم که اون شب. سب کن یه خورده بریم عقبتر، نمیخوام چیزی از قلم بیفته. میخوام همه چیزو همونطور که بود تجسم کنم. خیلی دلم میخواد بدونم چرا ماجرای اون مرحوم اینقدر برای شما جالب شد. مرحوم؟ خب اون آدمی که از اینجا بردن بیشتر شبیه جنازه بود. پس مطمئن نیستی؟ البته اونا میگفتن. اونا؟ گمونم دوستاش بودن. خیلی خوب کجا بودیم؟ مردی در یک نیمه شب زمستانی وارد مسافرخانه سعادت می شود. ببخشید آقا، یه اتاق می خواستم. ببخشید شما کی تشریف آوردید؟ من متوجه شما نشدم. همین الان رسیدم، از راه دوری میام، یه اتاق می خوام. در جهن اتاق سعادت، البته اگه خالیه. بله ببخشید شما قبلا مسافرخونه ما اومدین؟ چطور؟ آخه کسایی که به این مسافرخونه اومده باشن فرق اتاق سعادت رو با بقیه اتاقا میدونن. بگذاریم. اسم شریفتون؟ باقی، شهاب الدین باقی. عرض کردم شهاب الدین باقی هستم. بله آقای شهاب الدین. شماره شناسنامه رو؟ احتیاجی نیست، بقیه مشخصاتتون لازم نیست. پس میتونم برم اتاقم؟ بله فقط باید خدمت شما بگم که اتاق سعادت. من مشکلی ندارم آقا رضا، اتاق بهش بدین. ممنون، من فقط یه امشب اینجا میمونم. تا چند دقیقه دیگه میام بسالم برمیدارم، البته اگر مزاحم استراحت شما نباشم. نگران نباشین، من خوابم نمیبره، سال هاست که دیگه خوابم نمیبره. جلال خالق، اون زنده است. ببینید هیچ مهر فوتی تایی شناسنامش نخورده.
حس خوبی به آدم میده. چی؟ این اتاق خوشموجه نه؟ نمیدونم، خیلی وقته که دیگه هیچی هیچ حسی به هم نمیده. میفهمم، یه جور زکام روحیه. اسم با مسماییه، تا حالا به گوشم نخورده بود. اختراع خودمه. خوبه که آدم بتونه برای بعضی چیزا اسم درستی پیدا کنه. متاسفانه من این استعدادو ندارم. زکام روحی. اولش سخت به نظر میرسه، ولی نباید جز زد. آدم وقتی دوچار یه حالی میشه که میخواد ازش خلاص بشه، باید حتما یه اسمی براش پیدا بکنه. وقتی که به زبونش میاری، انگار از وجودت میکشیش بیرون. هم میفهمم هم نمیفهمم چی میگی. میخوای امتحانش کنی؟ چجوری؟ بعد از 30 سال؟ میدونم این دیگه عشق نیست، جنونه، جنون خودآزاریه. خوبه، کم کم داری یاد میگیری که یه اسمی براش پیدا کنی. خب این همه مدت کجاها بودی؟ چی کارا میکردی؟ بگو کجا نبودم. آفریقا، چین، کره، کوبا. تو که روی مارکوپولو هم کم کردی مرد، اونجا چی کار میکردی؟ تجارت. تو این مدت هیچ وقت نخواستی که ازدواج کنی؟ بالاخره یه جایی مستقر بشی و یه خونه و زندگی واسه خودت دست و پا کنی. دیگه به هیچ زنی اعتماد نداشتم. تمام مدت به فکر انتقام بودم. تمام هدفم این بود که به چنان پول و پله و اسم و رسمی برسم که یه روز اسمم تو تهران مثل توپ بترکه، که به گوشش برسه و از حسرت بکوبه پشت دستش. باید آرزو باشه. با یه قهوه که موافقی؟ دستی کم برای شما لازمه، البته اگه میخوای تمام شب پای داستان من بشینی. استاد میتونم بیام تو؟ بفرمایید آقا رضا، در بازه. سلام. سلام علیکم. شب بخیر. شب شما بخیر. میبینم نشستین گل میگین و گل میشنوین. چقدرم خوب. بفرمایید. خیلی ممنون. اینم از این، اینم شکر. دست شما درد نکنه. پس خودت چی؟ استاد ساعت 2:30 شبه، من کاسبم، باید زود بخوابم. مثل شما نویسنده ها نیستم که تا لنگ زور بخوابم. دست شما درد نکنه. اجازه میفرمایید. خواهش میکنم. خیلی لطف کردیم. خیلی ممنون. شب خوش. شب شما هم خوش. چیزی شده؟ پس بی خود نبود میخواستی داستان منو بشنوی؟ چیه؟ کفگیر سوژت خورده ته دیگ؟ مثل که سوء تفاهم شده. سوء تفاهم؟ این کلمه باید اختراع کسایی باشه که میخواستن از زیر بار مسئولیت کاری که کردن شونه خالی کنن. گوش کنید، گوش من از این حرفا پر. آقا اونم 30 سال پیش با گفتن همین جمله کذایی ولم کرد. سوء تفاهم شده شما بدیم. ما جفت مناسبی واسه هم نیستیم.
خیلی ساده زد زیر همه چیز. اگه فقط یه دقیقه به من گوش بدید من همه چیزو براتون توضیح میدم دوست عزیز. من تو این دنیا دوستی ندارم آقا. متاسفم که قصتون نیمه کارمون. حالا خواهش میکنم تشریف ببرید وگرنه من مجبورم وسایلمو جمع کنم و برم. لازم نیست. من میرم. شاید بعداً بتونم برای این قضاوت شتاب زده شما یه اسمی پیدا بکنم. اگر 30 سال پیش درباره رخساره هم همین قضاوت رو کرده باشیم باید بگم. رخساره؟ شما اسم نامزد منو از کجا میدونید؟ نامزد سابق شما الان مادر بچه های منه آقا. نرید. اینجوری نخواهش میکنم. خواهش میکنم. متاسفم که نمیتونم مثل شما بیرحم باشم. بیرحم در حق خودتون، بیرحم در حق زنی که محکوم به یک عمر عذاب وجدان شد بی اون که گناهی کرده باشه. اون نشون کرده من بود. نشون رو بر قلب کسی باید گذاشت. با تهدید و ایجاد عذاب وجدان نمیشه قلب کسی رو به دست آورد. کدوم تهدید؟ شما تهدیدش کردید. تهدیدش کردید اگر باهاتون ازدواج نکنه شما خودتون رو میکشید. من فقط میخواستم بفهمه چقدر دوستش دارم. ولی با این کارتون بهش فهموندین که با چه آدم خودخواهی طرفه که برای رسیدن به خواستهاش دست به هر کاری میزنه. حدس میزدم که باید پای کسی دیگه ای وسط باشه. موازه به حرف زدنتون باشید آقا. من 1 سال بعد از ماجرای شما با خانواده رخساره آشنا شدم. رخساره اون موقع دختر افسرده و پریشونی بود که به مدد شوکی که شما بهش وارد کرده بودین داشتن راهی تیمارستانش میکردن. پس شما ناجی افسانه ایش هستین. میبینید؟ حتی هنوز هم ککتون نمیگزه که چی به سر اون دختر آوردید. شما از عشق چی میدونین؟ کسی به من خبر نداده بود. خبر بدن به مرد مرده‌ای که معلوم نیست کجاست. چین، آفریقا، کوبا. من اون موقع هنوز از ایران خارج نشده بودم. ولی دوستان عزیزتون با به میل شما شایعات دلخواهتون رو پخش کرده بودن. شهاب الدین به خاطر این دخترک خودش رو سربنیز کرد. خدا از باعث و بانیش نگذره. بقیهشم که خودتون بهتر میدونین. حرفایی که آدم از گفتنش شرمش میشه. من به اندازه کافی تاوان کاری که کردم پس دادم. لازم نیست با یادآوری گذشته بیشتر از این شکنجه بدین. همچه قصدی نداشتم.
خودتون وادارم کردیم. فکر میکنم این منم که باید برم. این وقت شب؟ کدوم شب؟ چقدر زود گذشت. زندگی واسه آدم های خوشبخت زود میگذره. وسیله داریم؟ من میتونم تا یه مسیری برسونم اتون. نترسین، دست به کار احمقانه ای نمیزنم. به هر حال من اینجا کاری ندارم، میرم پایین. برای خداحافظی میبینم اتون. بیزارم از زندگی، از تو. دیگر هرگز دل به هیچ کس نخواهم بست. چین به زمستان 56. دلم میخواد دوست داشتن رو یاد بگیرم. 30 سال بعد. حالا نباش، زود میرم از اینجا. اجازه هست؟ خواهش میکنم، بفرمایید. خیلی خوشحالم که به موقع رسیدم. از پشتکارت خوشم میاد. البته سوء تفاهم نشه، من الان برای عذرخواهی خدمتتون رسیدم. میدونید فکر میکنم که سماجت دیشب من یه خورده خودخواهانه و احمقانه بود، ببخشید منو. خیلی خوبه که آدم به اشتباهش اعتراف کنه. راهی هستید؟ نمیدونم دیگه کی چنین سعادتی نصیبم بشه که دنیا خیلی گرده جوون، گردتر از اونی که فکرشو بکنی. آقای خبرنگار، دوربینتو علم کن، یه عکس یادگاری از من و استاد بنداز. اجازه هست؟ چرا که نه، با کمال میل. استاد میخوام عکسمون آهنگین باشه. فکر میکنم الان بتونم بهت بگم اسم نمایشنامه تازم چیه. آماده این؟ بازگشته از گور.